سلام. سلام. صبح شما به خیر مهندس. امین. آقا از اینجا شروع کردی شما فیلم برداری جان. امروز دیگه من فقط آقای جامیزه با شما کار دارم. مقدار زیادی باید فیلم تهیه شده باشه که از بین اون فیلم ها بشه نیم ساعت کار خوب دارم. ایشون دنبال یه واقعیتی هستن آقای مهندس، یه تحقیقی دارم میکنم. مثلا به نظر من پس فقط بحث فیلم نیست، دنبال این هستن که چرا بکنه آلمینون پارس وضعیتش تغییر کرده. دنبال یه الگویی هستن که برای بقیه بشه توضیح داد. شاید این وسط ما خودمونم یاد بگیریم مثلا چرا آلمینون پارس تغییر کرده. حتما همینجوریه. تازه اول راهم و هنوز حرف چندانی برای گفتن ندارم. انقدری میدونم که طی چند سال گذشته اخبار ورشکستگی و تعطیلی یه سری از کارخونه ها جزو خبرهای پرتکرار رسانه ها بوده. حالا به عنوان یه مستندساز برای تحقیق پیرامون این موضوع طی مسیری رو شروع کردم که قراره در انتهاش متوجه بشم چرا یه سری از کارخونه هایی که با صرف بودجه های هنگفت ساخته شدند بعد از یه دوره فعالیت موفقیت آمیز ورشکسته و تعطیل شدند، و عجیبتر این که چطوری بعضی از اونها مدتی بعد با چند تغییر و تحول دوباره تونستن به چرخه کار و تولید برگردن و حتی موفق‌تر از قبل کارشون رو ادامه بدن. در این ورشکستگی ها و احیا شدن ها چه اتفاقاتی افتاده که از نگاه سیاستگزاران و اهل فن دور مونده؟ با هر قیمتی داریم میفروشیم به تولید کننده پایین دستی، همون جنس رو خودمون تولید میکنیم از تولید کننده پایین دستی ارزون. برای شروع کار یه صبح زود با دو نفر از مدیران موفق در عرصه مدیریت صنعتی به طرف شهرک صنعتی کافه به راه افتادم، به امید اینکه ضمن همراهیشون بتونم به پاسخ برخی از پرسش‌هام برسم. اون هم درست در روزهایی که صنعت کشور بین تعطیلی یا ادامه ی حیات در حال دست و پا زدنه، یعنی توی روزگار بیم و امید. سلام. سلام. خسته نباشی. خوبی؟ سلام. چطوری آقای مروت؟ خوبی؟ مرمانش. چقدر موجودی انبار امروز ما؟ موجودی انبار الانت 900. موجودی انبار صبح 900 بود، صبح گرفتی. 970 اما خب 350 تونش کسر میشه. الان علت عدم بارگیری ما نبودن ماشین، نبودن نمیتونستم باور کنم کارخونه‌ای که برای تحویل حجم انبوه تولیداتش دچار کمبود زمان و نیروی انسانیه یه دوره‌ای ورشکسته شده و برای تسویه مطالبات طلبکاران دادگاه حکم به انحلالش داده. جنس صادراتی که هنوز هیچی تو انبار نداره. طبق قانون، کارشناسی و فروش اموال و تسویه طلبها به اداره تسویه امور ورشکستگی سپرده میشه تا اجرا بشه و این یعنی یک کارخونه بعد از مدتی کوتاه برای همیشه از صحنه اقتصاد کشور حذف میشه. اولین باری که من وارد کارخونه شدم درست زمانی بود که ناامیدی مطلق به همه جا حکم فرما بود. اگر توی سطح کارخونه تعداد معدودی از ماشین ها میچرخیدن به خاطر اینکه یه مقداری کار کارمزدی گرفته شده بود، شما میتونستی توی چهره اونها اون خوابیدن ماشین ها رو توی روزهای بعد ببینی. یعنی عملا فکر میکردی که این آمادگی در ذهنشون به وجود اومده که باید سویچ بزنن برن خونه. Thank you.
جو بسیار غم‌انگیزی توی کارخونه حاکم بود. جو غم‌انگیزی که احساس می‌کردن که چرا باید این کارخونه با این عظمت به عنوان اولین و بزرگترین کارخونه تولید کننده محصولات صاف مملکت ما به این روز بیفته. در شرایطی که کارخونه رو به انحلال رفته بود، اداره تصفیه با دعوت از اهل فن برای یه دوره مدیریت آزمایشی به شرط اجاره کارخونه راه حل متفاوتی رو تجربه کرد. راه حلی که برای اطمینان از اثر بخشی نیاز داشت تا بتونه از این دوره سربلند بیرون بیاد. کارخونه کاملا یک جو نامساعد داشت. قسمت اعظم کارخونه متوقف بود. پرسونل جسته و گریخته اینور اونور یا نشسته بودن یا قایم بودن، نمیدیدیشون. خب جو قبل از تعطیلی دیگه، جو جنگ زدگی به یک نحوی، مثل اینکه اینجا جنگ زده شده بود. الحمدلله این جو گرچه زمان بود، ولی این جو کاملا تبدیل شده به یک جو جهادی پر تلاش پر ثمر. سلام، خسته نباشی، خوبی؟ نتیجه دوره آزمایشی بسیار موفقیت آمیز بود، تا جایی که مهندس گودرزی با توجه به تخصص و سوابق حرفه‌ایش حالا بیش از 5 ساله که مدیریت کارخونه تحت اجارش رو به عهده داره و تمامی سوابق و پیچیدگی‌های کارخونه رو هم به خوبی میشناسه. توی دهه 40 سرمایه گذاری توی صنعت آلومینیوم در ایران توی برنامه دولت اون زمان بوده. همون زمان کارخونه رنالز میاد شرکت آلومینیوم سازی ایران اراک رو، ایرالکو رو اینجا شروع میکنه. توی خاورمیانه ایران به عنوان اولین کشوری هست که تولید آلومینیوم رو شروع کرده. ضرورت تکمیل چرخه تولید در صنایع آلومینیوم باعث شد تا این کارخونه در زمینی به وسعت 330 هزار متر مربع احداث بشه. این شرکت در سال 1353 و با هدف تولید محصولات پایین دستی آلومینیوم تأسیس شد. عمده محصولات این شرکت شامل انواع نفول، بازخامت‌های مختلف مصرفی در صنایع غذایی، بسته‌بندی غذایی و بسته‌بندی محصولات دارویی، بسته‌بندی محصولات آرایشی. همچنین محصولات این شرکت شامل انواع فول‌های مصرفی در رادیاتورهای خودرو، صنایع تهویه، صنایع ساختمانی، ساندویچ پنل‌ها و طیف وسیعی از محصولات که عمدتاً امروز توسط حدود 400 کارخونه و شرکت داخلی مورد مصرف قرار می‌گیره. وجود منابع عظیم انرژی ارزان و دسترسی گسترده به بازارهای مصرف در کل منطقه عوامل مؤثری بودند که طرفهای غربی رو برای مشارکت در ساخت این کارخونه ترغیب می‌کرد. همچنین درآمدهای سرشار نفتی هم مزید علت بود تا بانک‌های داخلی و مدیران وقت سازمان گسترش صنایع ایران بتونند همپای با شرکای غربی برای احداث کارخونه سرمایه‌گذاری کنند. ماشاءالله این کارخونه قبل از پیروزی انقلاب توسط شرکت فاتا هانتر ایتالیا و با همکاری شرکت هانتر امریکا ساخته شد و نصب شد و تقریبا همزمان با راه اندازی ماشینالات کارشناسای خارجی سایت رو ترک کردن و راه اندازی این ماشینالات که به نوع خودش در واقع ماشینالات مدرنی بوده و در منطقه مشابهی نداشته توسط کارشناسان و کارگران داخلی انجام شد. محصولات این شرکت در دهه 70 و اوایل دهه 80 به کشورهایی مثل امارات، کویت، قطر، عربستان سعودی، ایتالیا، نیجریه صادر می‌شده. در دهه 80 با تغییر سیاست‌های ارزی کشور و ثابت نگه داشتن نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، عملاً صادرات توجیه نداشت. نه تنها صادرات بلکه واردات بیشتر توجیه داشت و نتیجه همه این سیاست ها این شد که شرکت در سال 87 بنا به تشخیص قوه قضاییه ورشکست اعلام شد.
یه تصمیم گیری نامتوازن در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نخستین ضربه رو روبه کارخونه وارد کرد و کارش رو روبه رکود کشید. همین ضربه باعث شد تا در برابر قیمت محصولات خارجی امکان رقابت نداشته باشه و بازار رو از دست بده. توی سال 78 ورود محصولات آلومینیومی ساده و لامینه صاف آزاد شد. دو تا اشکال بزرگ اینجا پیش اومد. اشکال اساسی این بود که قیمت تمام شده محصولات تولید داخلی بسیار بالا بود، نمیتونست رقابت بکنه. اولا یک سایز کارخونه ها کوچیکه، اندازه‌شون، مقدار تولیدشون کوچیکه، هزینه های ثابتشون روی مقدار کمتری از تولید سرشکن میشه. دوم اینکه هیچ تعرفه‌ای وجود نداشت برای اینکه جلوگیری بکنه از واردات محصولات. پس محصولات چینی یهو وارد بازار ایران شدن و این شرکت با مشکل روبرو شد برای فروش اون چیزی رو که تا قبل از سال 77 توی صف وای میسادن میخریدن، چون واردات اجازه داده نمیشد. ضربه دوم در مسیر ورشکستگی کارخونه هنگامی وارد شد که مدیریت وقت در راستای ارتقای کیفیت و تنوع بخشیدن به تولیدات برای رقابت با محصولات وارداتی ناچارن وام ارزی گرفت تا بتونه ماشینالات پیشرفته خریداری کنه. اقدامی که علاوه بر گرفتاری‌های قبلی بدهی ارزی به بانک‌ها رو هم به مشکلات کارخونه اضافه کرد. این شرکت به منظور به حداقل رسوندن فاصله کیفیت محصولات تولید داخل و حضور در بازارهای خارجی در سال 1383 اقدام به نوسازی ماشین‌آلات کرد. سهامداران جدید به این نتیجه رسیدن که اگر بخوان بازار رو حفظ بکنن با یه پیشبینی بازار برای آتی باید بیان سرمایه گذاری کنن و رقمی بالغ بر 50 میلیون یورو از بانک‌های داخل کشور اعتبار دریافت کرد. خرید فویل میل‌های جدید و بازسازی خطوط قبلی و خرید ماشین‌آلات بخش کانورتینگ برای تولید مواد بسته‌بندی غذایی و دارویی و اینا همه توی دستور کارشون بعد از سال 78 و 80 قرار گرفت که توی سال 81 فویل میلا خریداری شده. قرار بوده توی سال 82 و ماکسیموم 83 به تولید برسن که متاسفانه به علت تحریم ها و مشکلات ناشی از اون و نیامدن ماشین‌آلات این به درازا کشید و متاسفانه بعد از نصب ماشین‌آلات و راه اندازی ماشین‌آلات جدید با سیاست های دولت در ارتباط با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و از طرف دیگه کاهش تعرفه واردات محصولات مشابه مواجه شد و در نتیجه امکان رقابت با تولیدکننده‌های خارجی رو از دست داد، به گونه ای که توانایی این که بتونه بدهی های خودش رو پرداخت بکنه رو نداشته. طبیعتا اون فیزیبیلیتی استادی که اول انجام شده بود گاهن 150-200% تغییر کرد. یعنی مثلا فونداسیونی که پیش بینی کرده بودن با 70 میلیون تومان تموم میشه به 700 میلیون تومان رسید. اینا مسائل تازه جانبی اون بود. بدهی ها معوق شد. وام هایی که گرفته شده بود اقساطش نتونستن بپردازن. بعضی از دلایل به عنوان عوامل اولیه رکود مرتبا تکرار میشن. عواملی نظیر تورم، تحریم، وام ارزی، معوقات بانکی و نوسانات نرخ ارز. با این وجود به نظرم هنوز هم برای شناسایی اصلی ترین عامل یا عوامل رکود کارخونه ها راه طولانی در پیش دارم. سلام،
سال 83 شرکت به عنوان صادرکننده نمونه شناخته شده بود و سال 84 متقاعدا تولید خیلی خوبی داشت. تا سال 86 تقریبا روی چیپ نزولی ما تولیدمون اومد پایین. هم تنوع محصولات که داشتیم تولید میکردیم، مقدار مشتریایی که داشتیم شروع به کاهش پیدا کرد و دیگه مثل قدیم تولید نداشتیم، نه تنوع تولید داشتیم نه حجم تولید. وقتی شرکت به اینجا رسید که دیگه تولیدش کم شده بود، متأسفانه سیاست‌های اجرا شد برای کاهش هزینه ها که جوابگو نبود. پرسنل توی بلا تکلیفی خاصی به سر می‌بردن، هر روز زمزمه‌ای بود برای اینکه شرکت کاملا قرار ورشکسته شده، قرار کاملا تعطیل بشه. شرکت در سالهای گذشته که درگیر مشکلات ورشکستگی بود و از لحاظ کاری و از لحاظ وضعیت مالی وضعیت چندان مناسبی نبود، دغدغه پرسنلی و دغدغه تک تک اعضای این کارخونه شده بود که آیا کارخونه سال بعد هم روپا هست؟ آیا سال بعد هم ما شغل داریم؟ بلا تکلیفی کارگرا باعث شده بود که رو کیفیت کارشون تاثیر گذاشته بود، رو کیفیت محصولاتمون تاثیر گذاشته بود و تشنجایی که تو شرکت ایجاد شده بود. آیا برای وضعیت معیشتی زندگیمون، برای آینده بچه‌هامون میتونیم برنامه ریزی داشته باشیم؟ این یکی از سوالات بزرگی بود که هر روز اینجا تک تک پرسنل باهاش دست و پنجه نرم می‌کردن و فکرشون بهش مشغول بود، چیزی که دقیقاً تو زندگی روزمره تمام ماها دیده میشد. نگرانی پرسنل از بیکاری باعث شد تا دوباره به مطالعات اولیه هم درباره قوانین تجارت و تاریخچه‌اش رجوعی داشته باشند. قوانینی که در چنین شرایطی تکلیف بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته رو روشن می‌کنه. از گذشته‌های دور تکلیف داد و ستد در مقاطع مختلف تاریخی با قوانین دوره خودش سنجیده می‌شد. عنوان نمونه قبل از مشروطیت احکام شرعی در کلیه معاملات میزان عمل بوده. در امر تجارت آداب و رسوم به خصوصی رعایت می شده و برای حل اختلافات طرفین به مجمعی از تجار که خودشون با شرعیات تجارت آشنا بودن مراجعه می کردند. اما به هر تقدیر پس از مشروطیت با تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی قوانین هم دچار دگرگونی شدند. قانون تجارت ایران مصوبه 1311 است که این قانون برگرفته از قانون 1860 فرانسه است. یعنی بر اساس سال 1311 محاسبه بفرمود حدود 90 سال از عمر این قانون میگذره و متاسفانه غیر از بحث شرکت‌های سهامی که در سال 1347 اصلاح شده بقیه قوانین کلا اصلاحاتی نداشته، از جمله بحث ورشکستگی. و همین هم باعث شده که قانون تقریبا ناکارآمد و قدیمی هست، نه به صورت 100% ولی در مواردی واقعا مشکلاتی ایجاد کرده، به خصوص در بحث ورشکستگی. از ابتدای تصویب قانون تجارت خب یک خیلی زود این که با قانون تجارت به تنهایی نمیشه شرکت‌های ورشکسته رو مدیریت کرد، اداره کرد و شرکت تصفیه کرد. تصفیه امور ورشکسته فقط و فقط در قالب قانون تجارت شدنی نیست. الان وضعیت تجارت ما نسبت به 90 سال پیش کلا متغیر شده است. از جمله دفاتر تجاری که اون زمان به صورت دفاتر کاغذی بود امروز اساسا وجود ندارد، به صورت سیستماتیک اگرچه قانون تجارت الکترونیکی تصویب شده است، اما در بحث ورشکستگی که مد نظر اقدامی اداره کل هست متاسفانه قانون به روز رسانی نشده و مشکلات عدیده ایجاد شده و نیاز به اصلاحات دارد. اگرچه کل قانون ولی حداقل در موارد خاص اساسا نیاز فوری و اساسی به تغییر داره. لذا خیلی زود ضرورت یک قانون دیگه تحت عنوان قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی احساس شده، به نحوی که در سال 1318 قانونی تحت عنوان قانون تصفیه اداره تصفیه امور ورشکستگی تصویب میشه و در سال 1319 اداره تصفیه تهران تشکیل میشه و به موجب قانون اداره تصفیه مسئولیت تصفیه امور ورشکستگی در سطح کشور در جاهایی که اداره تصفیه تشکیل شده به اداره تصفیه واگذار شده.
از اولین مصوبه قانون تجارت ایران در سال 1304 و اصلاحیه های سال 1311 و 18 تا کنون این قانون برگرفته شده از قوانین 1807 تجارت فرانسه و چند کشور اروپایی دیگر همچنان به همان شکل در حال اجراست. در صورتی که طی 90 سال گذشته فرانسه و سایر کشورهای اروپایی بارهای بار قانون تجارتشون رو به تناسب نیاز اصلاح و به روز رسانی کردن. آیا ما صرفاً اومدیم که پرونده ورشکستگی رو تصفیه بکنیم؟ قانون به من میگه که شما این پرونده رو تصفیه بکن، شرکت یا شخصی ورشکست شده کارای تصفیهش انجام بده. به عبارت دیگه بررسی کنم که ببینم این اموال ورشکسته چند درصد از طلب بستانکار رو پوشش میده، تقسیم کنم و خداحافظ. قانون این از من میخواد. آیا ما تکلیف دیگه ای نداریم؟ یعنی ما تکلیفی نداریم در قبال کارگران اون شرکت؟ تکلیفی نداریم در قبال تولید محصولات داخلی خودمون، شرکتمون، کارخونمون؟ به مقتضای مباحث امروزی و تأکیدات مقام معظم رهبری تو سالهای اخیر که دائم در بحث مسائل اقتصادی مطرح میکنه، خب ما تکلیف نداریم که بیایم در خصوص اشتغال و تولید یه حساسیتی به خرج بدیم. چرا؟ اتفاقا خیلی هم تأکید داریم در این سالهای اخیر، اقلا در این 7-8 سالی که بنده بودم، تا جایی که تونستم سعی کردم هیچ شرکتی، هیچ کارخونه‌ای، هیچ تجارت خونه‌ای رو به واسطه ورشکستگی تعطیل مطلق نکنیم، بلکه سعی کردیم احیا بکنیم. و این البته من درآوردی و بحثی نیست که من از خودم بدون هیچ گونه مبنا و منشأ قانونی این کار کرده باشم، بلکه کلیاتش از متن قانون میگیریم. در هم قانون تجارت و هم در قانون تصفیه این تکلیف بر ما هست که ما اموال ورشکسته رو به جریان بیاندازیم که از ارزش نیفته. در سال 1394 که کارخونه تحویل اداره تصفیه امور ورشکستگی شده بود و توی 5 ماهه اول به طور متوسط زیان عملیاتی زیادی رو داده بود که حدوداً 7 میلیارد و 300 میلیون تومان توی 5 ماهه اول اون سال فقط بود، دو تا انتخاب بیشتر وجود نداشت: یا اینکه کارخونه کلاً تعطیل بشه و ماشینالات و زمین فروخته بشه، بدهی‌های بانکی پرداخت بشه، و یا اینکه استمرار تولید داده بشه منوط بر اینکه این کارخونه بتونه توی عملیات خودش حداقل روی پاش وایسته. قانون بروز شده و نحوه نگرش به اون میتونه برای کارخونه ورشکسته فرصت تنفس ایجاد کنه تا از کمند مشکلات عبور نموده و یه بار دیگه به چرخه تولید برگرده. اینجا در قالب اجاره و با یه مدیریت پویا برای رهایی از بحران فرصتی فراهم شد که خیلی زود به ثمر نشست. از روز 6 شهریور 94 اونجا رو شروع کردم. من فکر میکنم که با همکاری و همدلی همه بچه‌های شرکت که همه‌شون هم الان خوشبختانه هستن، بدون اینکه کمک شخص دیگری رو از بیرون ما داشته باشیم، یک برنامه ریزی رو تعریف کردیم که مجموعه بود از اقدامات متفاوت که در درجه اول هدف ما از شهریور 94 این بود که زیان رو متوقف کنیم، و این زیان رو همون ماه اول تونستیم متوقف کنیم با تدابیر مدیریتی که دست جمعی اتخاذ شد و اعمال شد. اگر ما یک خواسته ای رو داریم، یک برنامه ای رو داریم و اون برنامه به نتیجه نمیرسه، نباید دنبال این بگردیم که ما این برنامه رو به تو دادیم چرا انجام ندادی. باید دنبال این بگردیم که ما این برنامه رو درست دادیم به تو یا نه، و علت انجام نشدنش چیه. عملا ما یاد گرفتیم که نتیجه کار رو ببینیم، نتیجه مثبت کار رو ببینیم، نه دنبال این بگردیم که این کار که انجام نشد تقصیر کی بود. تقصیر هر کی بود کار انجام نشد. سلام 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 آقا، چه زخامت تو پنجمیتون؟ زخامت اولیه چنده؟ زخامت 450 و 250.
امروز بیش از 720 نفر کارگر در این شرکت مشغول به کار هستند. در سال گذشته 20,000 تن شرکت تولید داشت. امسال یه برنامه هلوش 22,000 تا 23,000 تنی داره. با توجه به ارزش ارزی محصولات این شرکت یه چیزی هلوش سالیانه 75 میلیون تا 90 میلیون دلار تولید این شرکت ارزش داره و از واردات جلوگیری میکنه. میشه گفت که یک همدلی هم بین بچه ها به وجود اومده. این همدلی و همفکری باعث شده که ما توی خریدهامون هم بتونیم با نگرش بهتری کار رو انجام بدیم. حسن مدیریت و همراهی با تک تک عوامل دست‌اندرکار در عرصه میدانی موجب شده تا مدیران میانی و کارگران با تمام وجود برای احیای کارخانه تلاش کنند. نتیجه این همدلی در عملکرد سالانه شرکت برای عبور از ظرفیت اسمی و رسیدن به تولید بیش از 23,000 تن انواع محصول کاملا قابل مشاهده است. اون هم در میان انبوهی از مشکلات. بحث سیاست‌گذاری های کلان اقتصادی که طبیعتاً اثرات اون رو به سرعت در سیاست‌های تولیدی می‌بینید، متأسفانه تولید مملکت رو تحت تأثیر قرار میده و بیشتر اوقات این سیاست‌گذاری‌ها بدون توجه به اثرات اون روی تولید انجام میشه. یکی از این بحث‌ها رو میشه در تغییر قوانین و دستورالعمل و رویه مقررات دولتی دید. تغییر قیمت‌ها، تغییر روش‌ها، تغییر بازنگری به عوامل مختلف که اینا اولا به سرعت انجام میشه و گاهن ما توی همین چند سال گذشته داشتیم که توی یک هفته یا شاید یک ماه چند تا بخشنامه متفاوت از معاونت‌های مختلف یه وزارتخونه داشتیم. این نوع تولید رو، مقدار تولید ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده و نظر مدیران ارشد شرکت رو که باید وقتشون صرف برنامه‌ریزی تولید، بهبود تولید، افزایش تولید بشه، صرف رعایت این بخشنامه‌ها میشه. جالب‌تر از همه اینه که بعضی وقت‌ها این بخشنامه‌ها قابل رعایت کردن هم نیستن. آخر سالیه، حالا الان براتون یه چیزی این زارم واضح میکنم. من توی سال 94 گرفتم، 94 که هیچی، 95. آقای مهندس گودرزی تمایلی نداشت تا راجع به حقوق خودش در مقابل دوربین حرفی بزنه، اما بعد از قطع صدا توضیح داد که برای دریافت حقوق سالانش از اداره تسویه مجوزی گرفته تا بتونه بخش بسیار اندکی از سود کارخونه رو هر سال بین کارگران تقسیم و حق و زحمه خودش رو همراه با پاداش کارگران از همین محل تأمین کنه. وقتی علت این روش غیر معمول رو پرسیدم، در جوابم گفت با این روش کارگران بیش از پیش با مدیریت همتراز و همدل میشن. و من با خودم می گفتم ای کاش همه مدیران این گونه حسن تدبیر داشتند. کیفیتش فرق می‌کنه با هم. اینجا مثل هم.